سلام برای یوتیوب خصوصی هستم روز با رضا فرشته میخوایم راجع به تاثیرات مشروب توی محیط پابلیک پابلیک چی میشه به فارسی؟ عمومی در جاهای عمومی تاثیرات مشروب چیه؟ اوکی اوکی نیست خاطرات ما این صحبت هست چطوری رزا ما ببینیم من چاکرتم خیلی مخلصتم خیلی عالم خوبه خدمت شما دوستان آه من اومدم یه آیا به نظر تو با نادیده گرفتن قانون و هر چیزی هر جایی مصرف کردن نوشیدنی الکلی تو فضای عمومی چیز اوکیه یا تو رو بگاه میده من میخوام من خودم یه تجربه ای دارم شخصی میدونم تو هم تجربه خفن شخصی داری میخوام که اینو با هم دیگه جو شیر بکنم حالا میخوای تو اول شروع کن یا من شروع کنم فرق تو, تو شروع کن تو اصلا قضیه چیه میخوام شروع بکنم من اولین چیز میگم نه مصرف کردن الکل تو فضای عمومی تو پیاده باشی بالاخره تو رو میتونه به گات بده یعنی یه چیزیه که من میگم که آقا آدم تو سن پایین میگه نه بابا میزنیم چیزی نمیشه اوکی نه بابا این حرفا چی مال بقیه است مشکلات مال بقیه است برام مشکل پیش نمیاد که من تصادف میکنم نه چیزی هوشیارم ولی تجربه من ثابت کرده که همه چیز تو یه لحظه است که تو دقیقا تو لحظه اصلا فکر هستی ولی هستی. مثل آدمی که نفهمه نمیدونه نفهمه ولی نفهمه بقیه میفهمه که نفهمه چیزی فقط یه خیلی اضافه کنم من دقیقا همین احساسو داشتم وقتی بچه بودم گفتم نه من رو کنترل مشروب هم مشروب میخوام راندگی میکنم مشکل و مشروب میخوام رانندگی میکردم بعد یه روز داشتم برشم خونه دقیقا چهار راه آخری بودم که چرا قرمه دود وقتی سبزشو میبیشم چپ میبیشم راست خونم اونجا بود اینجوری چرا قرمزه بود بعد من یه خوابم برد بعد یه بیدار شدم دیدم هنوز پشت چرا قرمزم ولی نمیدونستم مثلا سه تا چرا گذاشته همونه اون روز فهمیدم که بدون اینکه بفهمی یهو میری پس تو واقعا دست تو نیستش از اون روز دیگه حتی یک بار مشروب راندیگ نکردم حالا این اتفاق رو میتونست من کی بفهمم وقتی که با ماشین رفتم تو فلان ننه یه نفر رو کشتم تموم بعد دیگه هیچ کاش نمیتونی بکنی نمیتونی بزنی بگم بیا برگردم درستش کنم میبینی زندگی توی لحظه فاکت اپ شد تموم شد قایده شدی بعد هیچ قانونی پشت نیست چون تو الان تو لحظه ضد قانونی تو یعنی هیچ کی ازت حمایت نمیکنه نه تو بیمه ازت حمایت نمیکنه هیچ کی میاد تو رفتاری کردی خودتی و خودتی بعد میبینی سری مثلا مصرف کردنه، چون تو شاید توی تصادف اگه باعث این که یک نفر جونش شاید دست بده قانون بیاد یک جوری شرط وضع بکنه بگه این تصادف وحشتناکی بوده و به عنوان قاتل تو رو نشناسن ولی آدم الکلی همه جا عنوان قاتل میشناسن پشت فرما هیچ قانونی ازت حمایت نمیکنه اول این بدترین چیزش که بعد بدونن آدم ها ولی همه میخورن من میخوام بدترین تجربه هم. برای من یه تجربه خیلی عجیبیه اگه بخوام بگم به من گفتی بچه رضا به من اینو گفت بخوام تجربه بگم گفتم بعد اگه میشه بنویس که یادت نره گفتش که چجوری یادم بره ننم جیجی شده هر شب بهش فکر میکنه قبل خواب من نشیدم من تیکه عصبی داشتم من چمو تیکه عصبی داشتم سرش یعنی اصلا میزدم احساس میکردم داره خوارم میگم ببین داستان من, من اینجوری میشه که نه سال پیش من عاشق یه کسی تو خانوادم میشم که همسن مامانم بود چه جوری یه روز زیبای سیزده بدره که همه میرن موسه تعطیلات بیرون با خانواده و اینا من رفت بچون خودم دو زاده هم سوال من رفته بودیم روستامون زیر درخت خوشکه نشسته بود این خیلی خوب خانم خوشگله بعد این طلاق هم گرفته بود سالها میان بگم من اینو خیلی وقت بود نایده آخرین بار یه تصویر خیلی زیبای ازش تو یادم بود و بودم آفه این چه خوشگیر این رفتیم اونجا یه مراسمی بود من اینو میگم علت داره این چرا من بگاه سر این خانوم من بگاه یه مراسمی دارن که ور میگردن هم کاهو میزنن تو سکنجبین میخورن و مثلا یه مراسمی که چه خوبی میمینا این بعدش ما مغز کاهو داد همزمان که این داد باد زد تو موهاش این موهاش بلون چشایش سبز بود و خندید من یو اصلا یو من هم مثلا کرکسیف و اینا <applause> یهو این گرفت به من یهو همونجا ابر یه جوری من جلو آفتاب سینماتیک نور من شق کردم من اصلا خوشم من بودم من من هم موقع آهنگ پخش بود امید میگفت ناز نگاه تو باده ناب من بهترین حالت واسه جفتگیری و عاشق شدن بود اون صحنه من رفتم تو کافه آقای رفقای ما ببین میگن آدم جوونه سیستم سی داری نمیفهمه هیجانی اینه ما داریم درس عبرت میگیم در اصلا که این کارا خوبه رفیق ما اومد گفتش که ببین تو حالت بده نمیتونیم بری بگی همه میکنن تو خانواده پدرت درمیاری میکنه تو در نمیتونی ولش کن بیا اینجا بشین مشروب بخور آروم بشی این برنامه 6 هفته پیاده میشد میرفتیم اونجا مشروب میخوردیم مست میکردیم من میرفتم در خونه اینا اینام تگری میزدن یعنی هیچ موقع نشد ما آروم بشیم چون الکل احساسات آدم رو بیشتر میکنه میل جنسی تو رو میبره بالا یعنی تو رو بیشتر به یک حالتهایی میرسونه که تو احساسی و اموشنال تر هستی وقتی الکل مصرف میکنی <applause> که این اموشنال میتونه همون احساساتی باشه که تو با کسی درگیری فیزیکی ایجاد بکنی یا میک بکنی یا رانندگی تون بخوای بکنی فیرلس بشی اینا همش اموشنال بودن آدمو نشون میده مخصوصا واسه آدمی که سنش پایین تر و این داستان یک باری که من هم تخصصی داشتم وقتی من شروع هر باری که سوار وسیله نقل میشدم تصادف میکرد یعنی توی کسیر ترین حالت ها یعنی مثلا رو من راننده بودی یا نه خودم رانندگی میکردم فکر میکردم اوکی هم فکر و مرسد مقدم میگم حتی ممکنه تو رو یه جوری دیگه بگاه بده داستانی که من بخوام میگم یک بگاهیه که تو اتفاق خاصی برات میفته ولی یه جای قرار میگیری که لازم قانونی بگا میری من حتی یه بار حتی بوده که دوستم شاهد این بود که ما یه مسیری با هم رفتیم خیلی سلامت رسیدیم من دنده عقب گفتم کنم چون مس بودم نفهمم رفتم تو کامیون کامیون ما تو صندلی آقا به همین راحتی من ماشین رو به کامیون پارک بود من خیلی آروم دا... نمیفهمیدم دیگه آدم مس نمیفهمه خلاصه این رفیق ما گفتم میخوام من, من در خونه اینا گفت جون مادرت بی خیال شو نه جون تو بریم من یه دقیقه من پنجره اینو نگاه کنم جون بچه بودیم دیگه گفت پپ من بش ماشین بود یه ماشین قرازه داشتین گفتش که تو تو به هیچ چون پشت نشین با تجربه که داریم بزن من بشینم بریم من که عینکم نداشتم با تشم آستیگماته یعنی تو اگه مثلا شهروت دره احساس میکنم سه کیره میره تو هم, هم, هم بر میزنه بیرون یه وضعیتی من عینک نداشتم این ماشین این فرمونش اینجوری روی جوب بود نشستی و گفتم روشن کن روشن کرد همون رفت جلو رفت جوب اصلا حرکت نکردیم رفت تو جوب <applause> من گوش کن گفتم ببین میخوای من بشینم بریم گفت به شرطی که رعایت کنه گفتم باشه بیا پایین تو که رفتی تو جیو بزن حالا من مادرمونو میگای کوی وضعیت حداقل من میرم بعد بگا میریم تو اصلا نمیتونی بری آقا ما بلند شدیم با این رفتیم بریم ما همون تو ماشین مشروع مصرف میکردیم و آهنگ و اینا یه ها رسیدیم به ایسته بهش میگن چی راهبر تو ایران یه ایستایی هست به راهبر کلی ماشین نیروی راهنمای رانندگی میاد وای میسته توی یه پیچای خاصی یقتو میگیره اینجا میگه بزن و کلی درجه دار کلی آدم یه حالت مانور میمونه که یه ماشین باشه ما رسیدیم به این من تپش قلب بعد رفتیم جلو گفتم ببین حرف نزن گفت پس چجوری روش گفتم دهنت کاری کن فاصله داشته باشی گفت اوکی گفتم اوکی OK, دیگه آروم پیاده شو ماشین مال توه مادرکشون نشون بده حرف نزن بریم این فرم خواهد چک کنه گو اوکی این پیاده شد در ماشین رو کرد اینجوری یه لفخن زد به مهموره یارو در من تو آنی کرد گفت مستیجی کرد کم نه اینو گفت اینو گفت مادرمو ما گفت کم نه اینو گفت مادر شد گفت بیا بیا اینجا گفتم ببین نکن چیز نکن برو جلو حرف نزن چرا این حرفو دیگه نه بر راستش رو بگی راستش رو بگی گفتم تو گو خودی راستش رو بگی ولت میکنن ما جرم کردیم رفت جلو دیدم از تو آینه یه دستگاه کرد تو دهنش به گفت فوت کن بعد داشت حرف میزد یه سرباز اومد بغل من گفت داداش رفیقت به گارف رفت پیاده شو ماشین برو گفتم اس من برم من رفیقم رو ول کنم برم الان نم درستش میکنم شما رو اونور من پیاده شدم گفتم سناب جناب سر گفت خفه شو اینجا فوت کن گفت من یه حرف بدم گفت بیا حرف فوت کن به حرف میزنیم نمیدونم عدد اون چند بود برای من 32 تا مثبت بالاتر از اون بود دستمند در آورد کانادا هستش صفر ممیز هشت یعنی به یک برای من سی و تا عددم بالاتر از اون بود من نمیدونم یادم نمیاد چی بود گفت سی و دو تا این واقعا یادمه و راننده هم من بودم بعد اومد این دستبند و زد من همجوری مثلا تا دستبند نایده بودم مثلا داشته میدونم آشقی کنم دستبند و زد به من دستبند و زد به این بعد این منو کرد تو بعد من گفتم بیا این بغل جوب گفت همینجا وایسید من عقلمون کار میکرد تو محسی زنگ به کسی بزنیم نه چیزی نمیف... اصلا ن... نم... گاهی شو نمیفهمیدم ببین الکل چیکار میکنه که گاهی شو نمیفهمیدم پلیس منو گرفته با شروع که گپ زدن نگو اینا زنگ زدن راهبر نمیتونه تو رو ببره راهبر ماشینتون میگیره زنگ میزنه به کسی ماشین ببر پارکینگ زنگ میزنه ماموره، پلیس کلانتری بیا تو رو ببره آه. اوکی ما فکر کردیم اینا میخال ما رو تنبیه لسانی بکنن و <applause> ول بکنن ولی متوجه وجود دستمند نمیشدیم تو هستی منم گفتم بلند من, گفتم, بلند. من گفتم ببین گریه گریه کن این مرا ول میکنه اینا من میکنه اینا. آره گریه کن من گفتم بولم میگفتم اونم شنیدی <تصفح> گریه کن هیچ منو هولا تو ماشین این دست من بود این بغل من دستش به این بود یوها اینجوری کرد من نمیدونم فلانم یارو زد تو گوش این من گفتم مادر یارو دوباره زد تو گوش گفتم مادر این داستان چی بود این میزد اینو دستم من تنگ میشد دردم میگرفت رفیقام میگفتم مادر نکش نمیتونستم حرف بزنم از در این یارو معمولی بیم با مامورم به من نمیرسید اینو میزد انقدر زد که <تصیحنت> این دستفنده بایدش دستفنده قط میکرد اصلا این وضعه بود آقا جونی مادر از اول با با کی بود به با خدا بایدیم بود چرا بهش میگفتم مادر نزدیم نبود نمیگفت به شما هست <تصیحنت> اینو گفت گفت حرف بزن حرف بزن اینو کرد و چیز کرد و <تصیحنت> اینو دو داستان داره اینو وا کرد و یه شلش کرد و ما جستیم عقب من پشت راننده راننده یه دونه سرباز یه درجه دار پلیس از اون کلانتری اون منطقه نشسته بود صندلی شاگرد رفیق منم پشت شاگرد این کسی که زده بود رفیق منو همین درجه داری بود که پشت فرمون نشسته بود ما رفتیم توی کوچه دیدیم که یه نفر داشت با سیخ پشت ماشینی رو با می کرد درجه داره پیاده شد اونم گرفت داشت که اونو میگرفت تو ماشین رفیق ماجیک من کارم اینجا تموم شد دهن اینو میگم گفتم خفه این اینو گفت این یارو اومد سوار ماشین کرد دوز ماشین را اومد اونم نشون بغل ما اینور من قیافه یارو کپ کوپ کپ شوهر سابق همی که من عاشقش بودم من عشقم زد اصلا عین سی بودی که وسط ریده بوشیری ببین کپی -E. این من اینو نگاه میکردم آهنگ تو چشم من و من آروم شدم اینا داد بیداد میکردم من واسه آروم الکل حالا دور من رو تو عادت بود تو اساسا دستم ما رو پیاده کردن دم یه کلانتری اونجا یارو اینجوری که تونل وحشت گفتم که من اهل شهر بازی نیستم گفت <تص> نه عزیزم با تونل گفت تونل وحشت گویا خیلی از خواهی میگم چرا گفتش سربازه رفته بود گفته بود که بهت گفته دهن تو میگم ما رو پیاده کرد اونجا گفتم آقا من گفتم اینجوری به من به خدا ربطی نداره اونو پیاده من رفتم گفتم آقا اینه نزنین این پدرش یهودیه نمیفهم هیچ چیزایی هم چی دریوری به یارو میگفتم گفتم 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 الان میریم اینجا یه تعهدی از آن میگیرن میگن این غلطا دیگه نکنید الکل مصرف نکنید میریم دیگه چیز نکن ما رو بردن گذاشتن تو کجا یه قسمتی داره واسه شیفت شبه اسمش یادم نمیاد دقیقا چی بود یه معمور نشسته اونجا مردم بیرون سر هم دیگه دارن داد میزنن نصف شب ما با لباس تو خونه با دمپایی من دمپ گفتم بریم یه قدم به خونش بیایم دیگه من نمیخواستم اتفاق بیفته با دمپایی ما رو گذاشتن پشت این یارو کلم آدم بغل ما مجرم توی ایران کسانی که مواد مصرف میکنن جرمشون سیاسیه بندشون و همه چیشون از آدمایی که مثلا زد و خورد کردن الکل اینا همش یکی سیا... اینا سیاسی هم جدا میکننشون ولی اول که میگیرن میارن یه قسمت این نکته جالبیه که داره یه یورو بغل ما بود به جور مواد اینو گرفته بودن و اینا ما نشسته بودیم اونجا پشت این یارو من مستی دیگه دستمند رو با کرده بودم میرفتم رو میز یارو من نگاه میکرد من عرق ازم میریخ پایین چشا قرمز میزدم رو منگنش اینجوری تخ تخ هی میزن بعد میگفت بعد میرفت اون وقت درگیر کارش هم بود نمیتونست کاری بکنه بگه سرباز بینو بکن دوش کار من دوره افتا میزنم رو منگه نشین جی نمیتونه بچی که نکن دیگه پسر زنی من رو کل سالا زد تو خنده و لحجه شمالی اومدن من رو جدا کردم برو برای شیم فلان نکن گفتم من تشکر دارم میمیرم خواهش بکنم به ما آب بدید ما اول داره آب بده دیدم سربازه داره یه سماور بزرگ بلند پهن و روی چهار پایه مال سماور کل اون کلانتری میبره پایین گفتم آقا توش آب من بخورم گفت نه ایزم کسیفه دارم میرم بشم گفتم بده من عزیزم بده من گفت نکنه و گفتم آقا بده شما نمیدونی چی چیزی مست. نمیفهمیدم سماور از این گرفتم من رفته بود ببین چه اتفاقی افتاده بود که به من فرداش رفیق من گفت میگفت کادریات تو بالای شیشه تو رو اینجوری نگاه میکردن. تو رفته بودی جلوی کلانتری یه گیت داره یه کانسکه که معموله که در آبان میکنه ماشین کلانتری بره یه شیر پشت این کانکسه که دراز میاد میره توی خیابون دم جوب بیرون کلانتری تک و تنها و من نشسته بودم داشتم با ریکا و اسکاش توی اینو میشستم میتونستم فرار کنم نمیرفتم داشتم کارم انجام میدادم و اینا واسطه بودن و من رو نگاه می که گفتم ولش کنی اگه رفت بذارید بره اگه رفت بذارید بره به دوستا گفته بودم گفت ببین چی خوردی که ببین دور رفیق داره چیکار میکنه من کل این سماور شستم تمیز کردم آب گفتم جناب تر آب من تو این شستم تمیز شد گذاشتم رو پایه پر کردم از شیرش خوردم اومدیم تو اومدیم تو مأموره برگشت گفت به این یارو که بلند شو تو چیز مواد داشتی خالکوی مالکوی رو بدنت نیست نه واسه پروندت فلانت تب پای پایپی چیزی اینا مسئله دارینا که اینجا جو سرما تو <تصفح> هم <تصفح> پایک وستادی بودیم خانوم گفت سیگار فندک همجوری حرف میزن دندون نداشت رو سیگار فندک بزنم ما فنده کوروشن کردیم خانم فرار کرد ما رو گرفت همینجوری با خنده صحبت می‌کرد کو کو خال کوبی نداری گفت یه دونه یا علی رو گردنم دارم گفت در لباسات بعد چک بشه چک میکنن اینا که اینجوری سیاسی های موادن بدنشون رو چک میکنن و چیزایی که دارن حالا مریضی کر چه هرچی نمیدونم یارو لباس رو در تمامش تارنکبوت و تطوه شمشی رو شنیدم فلان و اینا یه پایپ هم از جیب عقب شیشیش افتاد رو زمین گفتم قربان من پایپتون همونه گفتم مادر یارو یارو <applause> بردن یارو بردن با اون یارو به ما گفتن بنداتونو بند کفش کمر بند گردم بند هر چی دارید در بیارید گفتم به هم ببین اینا دارن ما رو تنبیه میکنن اینا رو میگیرن میگن چرا این کار کردید ما میریم به من کیف کرد گفت جدی در آوردیم و دست ما رو سربانه گرفت کردمون تو سلول کردمون تو سلول اونجا کلی آدم لات و لوت و این ببین از کجا به کجا من رسیدم یا مادرم دیده شد چیکار میکنم من رفتم تو سلول دیدم کلی آدم عرازل اون تهش خوابیدن اونجا نصف شب بود دیگه این یارو هم که شبیه شوهر این فامیل بود اونم اونجا خوابیده این رفیق من جاشو انداخت یه گوش اصلا فکر کنم رفیق من تو سلول بزرگ شده بود همونجا قشنگ جاشو مرتب کرد پتوه پتو میپیچی پیچی گذاشت خوابید من چسبیدم به دیوار اینو نگاه می‌کردم خیافه اینو اینجوری می‌کردم ناز نگاه تو یهو تو خفه شو من داد نزن سرباز در میگم خفه میشی بیام تو دوباره رو می‌خوام کردم مست و خرابم کن <applause> یارو گونده با... گنده بود یارو تو سلول بود یارو به جور قمیگش گرفته بود من با این درگیر بودم چی ما خوابیدیم با صبح بودن جیم دیدی پیرمرد من پشت بغل کرده چی کار با من کرده بود نمیدونم یه پیرمرد من پشت بغل کرده وقتی خواب بلند شدم <applause> ما بلند کردن گفتم با بلندشی کجا وزرا وزرا بعد بری وزرا گفتم وزرا چی اینجوری گفتم الان میریم اتاق سرکلان تری من صحبت میکنم بعد نگو ما مثل که تیری هم رفیقم هم زدور لباسم تمام لباس من تیری بوده ولی من تو شب ولی من تو شب نمیدیدم تمیز میدیدم خدا این الکل چیکار میکرد ما به این تیری رو تمام لباس من بوده این تگری زده بوده تو ماشین رو من من نمیدونم کجا تگری زده بوده واو. بعد ببین چقدر بالا بودم من هنوز مست بودم ما رو آوردن و حل نشد وزرا یه سرباز توپل دادم به ما وزرا وزرا حالا وزرا ما رو پیاده کردم من با دمپایی لباس تگری گوشواره موا انقدر که رفته تو هم تو هم وضعیتی اینم پیاده شد دست همه مردم ببین اینو هسته قصد کردم اینو هسته هفت و بزو کردن آوردم ما هسته چی کاری بچ ما رو کردن تو وزرا وزرا میری توش تمت راستش تهش یه دونه زندان داره یه زندانه که روبه یه قفص داره این قفص کیج ما رو کردن تو اون کیجه این سربازه شهرستانی خیلی پسر ساده هم بود تازه اومده بود لپگولی توپل نپل بعد وسطش ریده بودم 20 نفر ما اون تو بودیم تو هم لول میزدیم مردم بیرون بودن اینجا دیدم تحشیکی ریده بوه این انه من با الکل من منو هول بده اینا که روش این اینا منو دست به دست کردم تایید کله منم میله کردم آقا بیا اینو ببر اونها گفتن بیا اینو ببر من من رو میدیدم بوش میومد. اومد سربازه گفت آقا من دلم سوخت بیاد بیرون ما دست من زد بعد انقدر ساده و پلش بودی که یه دقیقه شما وایس اینجا من یه ای کاری دارم الان میرم انجام میدم میام باشه برو گفتم من ما رو در بزید. بالا میوردیم واسم گفتم فلانی رفیقم فلان بریم شیکاگو بگیریم و کیک بخوریم گفت دستبند داریم گفتم خودش گفت میریم میایم دیگه ما که فرار نمیکنیم که کاری نداریم که بچ ما با اون وضعیت رو افتادیم اونجا بودیم سرباز ما رو بر کرد با دستبند دسته با هم دستیده چهار تا کوچه برو بالا یه دونه سوپرمارکت داده شیکاکوب داشه میمردم رفتم اونجا شیکاکو آقا دو نخ سیگارم میدی اونم حساب کردن دستبند دیدی رید گفت مهمون ما باشه امروز تو را خدا بفرمایید ملت همینجوری استاد من اینو میگم هم سیگار آره ببین برها گفت تو چرا به مادر من گفتی جان گفتم من گفتم مرو در بیارم گفت تاثیری نداشت داشت من بحثا میکنیم ما دیگه اومدیم اومدیم زنگ زدیم رفتیم تو اومدیم برگشتیم رفتیم تو سر تو کجا نشی ما شمالی بود بابا ما اینجا جوش زدن قرمت برام فدات گفتم آقا این گوشی تو میدیم ما زنگ میزنیم خانواده اونجوری نمیشه ما وعداشیم زنگ زدیم اولین این زنگ داداشش داداشش حالا کیه پت میپوشه رفته تو بانک کار میکنه تو خونه من انقدر تگری زده شب مشروب خورده بود من باهاشم گیتار زدم رفیقم رفت اسنپ کار کنه گفت ما شبو نمیخوابیم چون تو نمیذاری ما بخوابیم دفعه هفتم تو داری تگری میزنی شب روز میای میخوابیم تو تگری تو بزن صبح برو بانک یه پست خیلی بالایی تو بانک داشتی که بانک ها. زنگ زد به داداش جی کرد گفت اینجوری شده جی کرد اونم با هشام شلاق زد تو شلاق زد گفتم مامان مادر پس که به جای اینکه بیاد سند بذاره گفت اینم بابا قاطی گفت این مادرش مادر من گفتم نه این مادر با بابا داداش نگو مادر جان برا ما, چ... ما زنگ زدیم گفتم الو فقط یارو کم میذاشت دیگه تلفن گفتم الو منو گرفتم وزرا خدافس سکته کرد اکنون پش بود ببین الکل چیکار با تو میکنه ما رفتیم اونجا پایین صدا شلاق اجرا احکام شخ می زدن و اینا به منم گفته بودن که آقا تو اوزاد خراب راننده ای. ما واسدیم ما رو بردن بالا یه دفتری بود اونجا گذاشتن یه دونه مدیر دفتری که میاد با تو صحبت میکنه که وقت بده به اتاق باسپورس رفتی اون تو اتاق مدیر چیزه گفت چی کاره گفتم آره من مثلا خور زبان اونی ها چیزه گفت چون که انگلیسی حرف زدن با چون که انگلیسی با حرف زدن تو انگلیسی من گفتش که تو ریدی فقط برو بگو من نکردم کدوم جی کوگا اصلا ول کن تو اصلا برو من این کارو تو اصلا خرابه با این کاری که کردی گفتم باش ما نشستیم بیرون ما نشستیم بیرون همه دعوا میکردن با هم مثلا ساقی گرفته بودن انبا عکس ما آدمو تو میدیدی کت شلواری پیرمرد اینجوری اومده مثلا الکلی مثلا دفعه هفتمشو گرفتن زن که رد میشد مجرم همه سکوت میکردن مامور و مردم و همه زن دوره بالا <applause> بالا دوره چی گفت گفت جواب دفتر واسپور رفتیم دفتر با واسپور سو گفت قف... من سوال کردم سلام قف... کی راننده گفت شما ماشین مال قف... کی این گفت مال من گفت کی راننده بود گفتم من گفت شما حدی یعنی اوضاع خرابه شما با میتونی فیش حقوقی اینا بذاری در بیای بیرون تا ساعت دو ظهر وقت دارید بعد از اون میرید زندان برای من یه وسیقه بزرگ میلیونی جد حد دم من اومدم زنگ زدیم دور آقا اینجوریه ساعت چنده؟ ساعت ده بستم که ما زنگ زده بودیم اومدم من صدا عربده کشی داریم میاد پایین گفتم به این سروزه بودم یا بریم پایین بینیم چی شده رفتیم پایین تر رو تو سالن دیدم من با بزرگم اومده من با بزرگم پولاره ولی پولارهای مثل خودمون داد دو... تمام سندهای زمیناشو زده بود زیر دستش به این کار افتید ولی کارچناسایی نداشت گفت همه تو رو میخرم یارو گفت آجا شما کارچناسایی بزنی بعد اجری میکرس از گفت پیره مرد بیشور کیه گفتم نیمیدنم این بدم زیاد پیدا میشم بریم من نگفتم با من نگفتم با یه بازه ریده تو اونجا داره گفتم بگم یه هبتم برای من میبرم زنم بادم گفتم نه نه بابا, بابا بلنشی بیا این یعنی ساعت شد یک من دو یعنی میارم میبرن زندان فردا تعطیل من یه روز تو زندانم به خاطر اینکه خواستم فقط بگم نماز نگاه تو رفتیم <applause> ما زنگ زدیم و اومدن و من نشستم شروع کردم نه جل خوندن جلدن یه بار باز گفتم حضرت علی میفرماند هر مسلمانی که خفه نکم، نکن اینقدر کل خورده بودی که در صد در اتیام فلان بوده پشت ماشین نشستی داری من میگه آره با ما یه صحبت کرد دلش سوخت به تخفیف داد. ما تخفیف داد به ما تخفیف داد و اینا گفتش که آقا برید تا روز دادگاه یعنی ما تونستیم فقط بیرون بمونیم تا دادگاه هیچ چی دیگه ما رفتیم واسه دادگاه دادگاه هم رفتیم اونجا و من گفتم آره تو فلان فیلم من کار کردم و آهنگ و اینجوری اینجوری یارو این خورد نگاه کرد و فلان و گفت ما رو بخشید این شد درس عبرت و که چک به کجا که کشیده نمیشی با الکل خودم تو مکان عمومی و همون اومدیم بیرون رفتیم و همون ارمنی عرق گرفتیم و جشن آزادیمون رو گرفتیم بالا هفت بعدش هم ما رو گرفتن دیگه این هفت بعدش من فقط یه تیکت بگم انقدر حرفه‌ای بودم تو چمنای اوتوان همت میدویدم پلیس دنبالم که منو نگیره تو بده تو بگی چونم داشتم صاحب دقیقا بغل برج میلاد بودم چمنه رو اومدم پایین شیرجه دارم رفتم پایین موندن اون بالا پیاده شدم فرار کردم دیگه فردی نبود بفرمایید این <تص> وضعیت من وسط که کس گودی من مال ایران واسط میگم من چند تا داستان مشهور دارم که خنده داره ولی مال ایران هم خیلی بامزه است تو ایران داشتیم میرفتیم دیزین مسکی کنیم بعد من بودم و امیر رو و امیر حسن بعد داریم تو ماشین میریم با تاکسی ساعت 5 6 صبح یه یارو کنار جاده تو برف و دستش دستش بطری ودکا تکون میده اینطوری ماشین که رد میشه بطری ودکا آره بعد گفتم که مثلا ودکا به تاکسی گفتیم آقا بزن بغلو میخوام یه مو بزنیم آقا سه تا کن ودکا گرفتیم خب سه تا قوطی گرفت قوطی بعد سه تا قوطی اینا ایران دیگه داری میگی آره ایران داریم این پشما بعد نشستیم تو ماشین رنده و رانده دور راه افتاد قوطی رو باز کردیم خب بچا بعد اون موقع من چاگ میکردم این تمام و یه ضرب میخوردم قلب قلب نمیخوردم خب بچا یک دو سه چاگ میکنیم و تمام شد 16 سالمون 15 سال بود تو دیگه چه موجودی بودی بعد گفتن که یهو امیرسین گفت بچه من دودل شدم من نباید بخورم دویم چرا همین رسیم گفت من زخم مده دارم اصلا حواسم نبود من بخورم یه حالم حالا بد میشه اصلا تمروز اسکی از بین میره و اینا بعد تو امین اینو گفت امین حسن هم همینو گفت امین حسن هم گفت آره راست میگی مثلا حواسم نبوده اینا بعد من همون جوونی و یه خوردم مشروب خودم خوردم خورده من مال خودم خوردم اینا نخوردم اینا بعد گفتن نخوردم آره بعد گفتن که بعد من گفت آردی چون تا میخوری اون مخصوی یک کنا اصلا همون ثانیه که میگم ساعت شیش صبح کاره میشی بعد تا اینو گفتن نمیخورم من گفتم بابا شما سسونین دوتا مشروبشون رو گرفتم جفتشون رو تمام کردم What the fuck? حالا فرض کن من هش... یلیت لیت ودکا زدم تو سن 16 سالگی ساعت 6 صبح داریم میم دیزین مد سوراخ میشه یه تیک اونجوری خوردی خلاصه آقا رسیدیم عشان. دیزین حالا اینو ببین من اسکی نمیکنم <laughs> چرا من 8 9 سالگی 10 سالگی میافتم زمین پا میشکنه خیلی بد مثلا چرا من اصلا یک سال کامل نرفتم مدرسه انقدر بد بود دکتر گفت کال به دبستان نرفتم مدرسه بعد از اون دیگه از اسکی میترسم واسه همین نمیتونستم اسکی کنم ولی چون خیلی اسکی رو دوست داشتم و اینا هر سال سعی میکردم برم وقتی نمیتونستم با بچه ها میرفتم میرفتم اونجا رستوران وسط میشستیم حال میکردیم میرفتم قله میشستم به منظر نگاه میکردم می با بچه ها بودم آقا مس میرسیم دیزین بچه ها میرن تو پیس با اسکی میگم منم میام میگن یعنی چی تو میای تو اسکی نداری میگم می میام بچه ها در اسکی میکنن رضا بغلش رو میدوم فکر کن بغلش رو دارم میدوم بعد بغلش رو دارم میدوم بعد اونا <تصفح> دارن اسکی میکنن تو میدوی <تصفح> من بغلش رو میدوم بعد میدوم میدوم یه دونه یه دونه کاپشن جدیدم برام خواهرم از کانادا آورده بود یه دونه نایکی بود موقعم نایکی تازه مد شده بود بلند بود تو زیر زانود میومد میدویدم سرعت که میگرفتم میدم دارن دور میشن میپیدم رو هوا با کمر میمدم زمین دیگه خودم میشدم اسکی با اینا میرفتم. انقدی که وقتی میرسیدم رستوران وسط به هم میگفتن که یو تو همون گسخولی که داری میدوی همون که رو کامل تویی بگو نه میدوی بعد گفت میگفتم آره خلاصه دیگه من با این با این چند جین باگ این کارو کردیم و حالا سه تا اتفاق خاص میفته که همه رو اولیش یه جا که دارم با پشت رو کمر دارم میرم انقدر سرعت میگیرم که دیگه اصلا برف از پشتم بلند میشه میاد اینجا این برف داره میپاشه رو من بعد اینجا یه دونه یه کلبه کوچولو درست شده دور من من دیگه نمیبینم چی چی و. این, برف این برف داره میاد این کلبه یخیار دیدی اینجوری یعنی دور تو گرفت انقدر سرعت آره دارم میرم اینا همینجوری برف داره میاد من دیگه نمیتونم بیرون رو ببینم نمیتونم ببینم کدوم وری دارم میرم بعد نمیدونستم که دارم هم طرف صخره نمیام طرف صخره فقط یهو خودمو شروع کردم اینجوری چرخوندن چرخیدم چرخیدم و واقعا با فاصله خیلی نزدیک مثلا شاید ده متری صخره وایسادم اگه میافتم میرفتم پایین خلاصه این یه دفعه فرار کردم از مرگ دو داشتم میدویدم یه بار دیگه پشت سر امیر حسین بودم بعد میخواستم سکم از امیر از اسکی میخواستم تونتر برم یعنی درس هم نمیگرفتی از این اتفاق نه دیگه دوباره شروع میکردی دویدن آره گفتم از این بعد دیگه فارست گامپی هستی تو گفتم از این بعد دیگه تون نمیندازم خودم اونجوری که دست بره بعد داشتم میدویدم ببین رضا یکی از بدترین صحنه های زندگیم یهو ها فکر کنم با تمام سرعت توی برف و کوه دارم میام پایین ورزشکارم مثلا میگم دیگه چی دارم میدوام یهو پام دقیقا تا زانوم رفت توی برف هر سرعتی که داشتم توی یک صدم ثانیه شد صفر ببین انقدر پام نشکست ولی زانوم انقدر بهش فشار اومد این اتفاق تو ایران افتاد زانوی من شیش ماه بعد از اینکه من اومدم کانادا خوب شد What ببین چی شد چه بلایی سرم اومد خلاصه... پاره شدی اکون آوردی پاره اکون که اصلا زانوم جر نخورد خلاصه زانوم داغون شد حالا ساید نوت واسه این زانوم داستانش شب خونه ایرزا جی جی بودم همین امیرسون ایرزا ای برادن هم دیگه بعد ساعت یک و نیم از درد بلند شدم رفتم مامانشون از خواب بیدار کردم مامانشون چی ساعت... کردی؟ یک و نیم من برد بیمارستان آها خدا رو شکر خب شما ریخته بود ترسیده همونجایی سید گیر کرده اول بعد حالا حالا همه اتفاق افتاده وقتی که تموم شده دیگه ساعت چهار میخوایم برگردیم خونه ماشین ما بالاست تاکسی واسه همون وایست داده آجانسمون. بالاست ما پایینیم من ما, ما وسطیم بعد من چون نمیخوام صف وایستم میرم به یکی معموله پول میدم میگم آقا من میشه منو ببری خارج از صف توی چیز تلکابین بریم بالا بعد تا این گفتم گفتش که یه دقیقه تو بیا اینجا ببینم من چیه گفت چه بوی مشروب میدی تو اینا گفتم نه مشروب چیه گفت نه مشروب چیه بیا با من بریم کارت دارم خلاصه منو گرفت و به که منو ببره بالا منو سوار تلکور کرد پایین. ببر پایین چون پاسکا پایینه حالا من شانسی که بودم توی راه من موبایل داشتم زنگ زدم به بابام که بابا من دارم میرم زندان امروز که مثلا پنجشنبه است فردا دادگاه تعطیله خیلی چیل و ریلکس سلام دادی من دارم میرم زندان آره. <تصحیح> دوستتون دارم نار نیستم خونه <تصحیح> فقط, <تصحیح> فقط فردا پس رو نیومدم خونه نگران نشین من دارم میرم زندان از کجا میرسی دارم میرم زندان یارو گفت یارو گفت دارم میبرم زندان تو انقدر بو الکل میدی دهن سرویس فکر کردی چی من منم جوی گفتم با تو زندان چی میشه دمت گرم بعد بابام که اینو گفت چی میگی بابا بده گوشی بده یارو بابام گوشی دادم به یارو با یارو شوگن کردی حرف زدن من کردی نمیفهمم دیگه خلاصه کردی حرف زدن و بعد بابام گوشی داد به من <متصفح> گفتش که سوهل قشنگ میادمه گفت با سوهل به پنجا هزار تومن به یارو بده رسیدی پایین یارو ولت میکنه اون سال اون سال بعد من اون گفتم خود تو دود کست خود پیتزا دیویست تومنه دیویست تومن مثلا پیتزای لارج در بدر 700 تومن پنجا هزار تومن بدم یارو چه قدره اوه. چه سالی بود حالا من نمیدونم تو مستی نمیدونم که تو کردی بابام به یارو گفته پسرم بهت 50 تومن میده یا نه بعد رسیدم پایین سه هزار تومن جو گوشم کف دست یارو یه نگاش کردم ببینم چی میگه یارو نگاه کرد گفت دست جلبی هستی <laughs> تو جلب جاکشی هستی سوهل همین جوری فول دار شدی دن سرویس جونه دا. من بودم کونم به یارو میدادم نه نمونه گفت تازه اینو سه ازا تاک یه لفخن زد گفت خیلی خوب خوشحال شدم گفتم چی خوشحال شدی؟ کون سادم گرفتی نه گفتم این قدام نه ببری بالا تو منو من وسط بودم خانم که منو ببری بالا تو منو آوردی پایین دیگه دیگه پولو گرفتی حداقل منو ببر بالا دیگه گوراست میگی منو گذاشت تو تلگرام بالام برد چانس بودیم زن یالو نگویدی همه کار کردی بعد بالا که رسیدم ببین چقدر بیشورم فکر کن توی ایران که میتونم بغ... هم... بلایی که سر تو اومد سر من بیاد راه میرفتم داد میزنم بودم من مستم من وادگاه خوردم بازد. کسی دختره بیاد جور بعد دوستان از جون مادره نکن سوید بابا می... ب... نه دیگه من که تا دم زندانش رفتم همین که تو میگی واقعا آنم... دم تلیکو مستیه دیگه نمیفهمی مستی دیگه مستی تو... تو هر جای کره زمین این کارو میکردی اونت میذاشتم ببین مس ببین انقدر مس بودم سه تا من من یه, یه دونه از اون کنار میخوردم قشنگ سه ساعت تو باقالی لند بودم وقتی سه تاشو خوردم تمام روز تو که کردی یه جوری به خودت یعنی اوردوز هم کردم تو از دست دادی اوردوز مثلا تو داستان دیگه هم کردم ولی این داستان ایرانم بود چون مثلا به پلیس ایران اینا رب داره خیلی جالب بود که مثلا آره همه میفهمن معلومه. یعنی من دنیا منو نجات داد من عین الاغ هی دا مثلا مثلا احمق تو الان فکر کنی که مثلا بابات می مثلا سر پول داری فکر میکنی بابات آزادت کرده بده بره باباد میگه تا بده بره آدم نمیفهمه آدم اون لحظه دارم دو تا چهار تا میکنم بعد دوباره میچسم به سربازه یهو یه گیری دیگه به من بده خب کسخوری به جدا شو تو صف حالا بعد بالا رسیدم اروده میکشم من مشتم من مثلا خب مثلا که چی باحالی اولاق و احمق بگینن ننت تو سرویس هم واسه چی این کار داری میکنی ولی نمیفهمیدم که گاو بودم چون مسئول همه چی احساسی میشه دیگه همه چیز یعنی تو هیچ لاجیکی نداری واسه کار آره قشنگ تو تو لحظه دید. تصمیم میگیری که این حرفو بزنی این کارو بکنی واسه همه هم, هم همینه. حالا یه اطلاعات جالب بدم پشمات بریزه یه دونه یه جایی هست که یه یکی چند اومد پیش گفت یه چیزی میخوام به النا بگم الان پشمش بریزه گفتم آخ جون امشب پس لیستش میزنم یه دونه حالا خارج از اون برگردیم یه جزیره هستش مردم میرن اونجا حال میکنن پر میمون هم هست بعد مشروب مجانیه به خاطر همین مردم خیلی موقع مشروبشون رو میز میزنن میرن چون مثلاشون مهم نیست به خاطر همین میمونا دسترسی دارن به مشروب خب مست میکنن بعد میمونا دقیقاً... به, به عدد آخر برابری دارن با مستی انسان ها. یعنی چی؟ یعنی ده درصد ممیده انسان ممیده یعنی همون جوری یعنی ده درصد انسان مشروب نمیخورن ده درصد میمونا ها مشروب نمیخورن ده درصد میمونا یه هفته یه دونه میزنن هیفده درصد انسان ها هفته یه دونه میزنن 27 درصدشون انقدر میخورن که دیگه نتونن راه برن بعد هم که اینو میگه آدما رو نشون میده تو کلابا دارن میخورن زمین بعد اینور صفحه میمونا رو نشون میده بعد میمون اینجوری بالا میشه آدم میخواد فرار کنه اشتباهی میینه طرف آدم میخوره بهش میفته زمین بعد شروع میکنه خندیدن چون داغونه داغونه و خیلی جالب بود که آمارشون با انسان دقیقا یکی بود دیگه. آره دیگه چون علاوه کروموزومی هم به ما خیلی حالا نم دقیقا کدوم گونه داره میگی ولی اگر همون گونه باشه که من فکر میکنم دقیقا همون رفتار نشون میدن خیلی جالب هم یکیه یه سری هاشون هر میکه. کاری میکردن واسه مشروب یعنی دیگه میومد جلو از دست یارو میگرفت یعنی مثلا انسان آره داشت اصلا, اصلا چیز دارن یک سری از اینا بین خودشون لات و لوت دارن اون لاتا سوارن به اون لاتا حمله میکنن به آدما ور میدارن بعد اصلا خیلی چیزن یعنی حرفه‌ای کارن و با درگیرم میشن و گولت میزنن تریک بهت میزنن تو رو پیش بینی میکنن خیلی یکی از جلو میزنه یکی از پشتش ازت میکشه یعنی حتی میتونن رفتار انسانی خیلی, خیلی جالبه. من اینکه انقدر از نظر آماری هم مثلا در لول مشهوری که انقدر خاصه و دقیقا یکی شده واقعا عالی بود آقا خیلی جالب بود دوست دارید واقعا جالب بود واقعا این در نتیجه من فکر میکنم نتیجه ما اینه که منم حرف تو رو میزنم منم میگم که... نباید توی پابلیک به نظرم مشروب خورد توی بابا من حرف خیلی قشنگی میزد همیشه میگفت سه تا چیز رو باید رعایت کنی وقتی مشروب میخوری کجا میخوری چقدر میخوری با کی میخوری میگفت هر وقتی مشروب اومد این سه تا رو تو سر از خود بپرس بعد این سه تا سوال جواب بده من الان اومدم پیش رضا فرشته باش مشروب بخورم یه بار در سال میبینمش مشروب اونم اینه انقدر میخورم انقدر میخورم که مثلا اصلا بالا بیارم برام مهم نیست امروز اومدم بابای رضا رو ببینم میخوام راجع بیزنس بیزینس صحبت بکنیم بابای رضا من مشو با کرده من یه دونه بیه رو نصفه میخورم که فقط جز باشم هیچ کسی هم نذاره با یه دو خدم میرم شام بخورم دو تا شراب میزنم چون میخوام یه خودت باز بشم ولی هنوز سر باشم اینو اگه بدی و خودت مثل یه آدم عاقل نه اون لحظه لش امشب امشب که یه نه هر دفعه بشینی درست فکر بکنی خودت خودت به جواب بدی بعد اونم میگه که من امشب اجازه دارم تا چهار تا بعد من میدونستم که مثلا اگه من هفتمین شاتو بزنم دیگه میرم بعد اون میگفتم میگفتن خب بابای رضا میخوام ببینم دو تا شات ماکسیممه میخوام بریم با رضا به گا بریم هشت شات میخوام بریم کلاب چهار تا شات دختر بازی داستان دو تا شات میخوام بریم سینما یه دونه شات چون میدونستم چقدر میشه یعنی آدم باید خودشون اسس بکنن و نسبت به اون انجام بدن نه اینکه مثلا چون یه دوست داریم یه بوتچی میخوره هیچیش نمیشه خب اون هزار تا دلیل داره چرا اونطوریه خودتو با کسی مقایسه نکن خودتو بشناس با کسی تعارف نداشته باش چون اگر تو زندان ببرن کسی نمیاد دنبالت وقتی من تو تلکاری بودم اصلا ضد قانونه ز... میدونی چون امر ضد قانونه تو در همون مرحله اول محکومی یعنی جایی برات نمیمونه که کسی ازت دفاع بکنه و اینکه من کلا میگم این یک پویزن میشناسمش میشن. یعنی سمی سم میکشنده است از نظر من که مصرفش باید ارزش داشته باشه اگه کسی هم مصرف داره یعنی بذاره توی اون هایلایت های زندگیش استفاده بکنه و تو جایی استفاده بکنه که اصلا نخواد بره یعنی ریکاوری تایمش باشه یعنی تو چون اصولا تو مشروب میخوری که شب خوبی داشته باشی نمیخوری مثلا یه ظهر خوبی داشته باشی امه. بهتره که نخوای برگردی بهتره که نخوای جاتو تو عوض بکنیم و بهتره که اصلا من میگم نبودش خیلی بهتره من الان،, الان بعد از این خاطراتی که داشتم این درگیری یا خودت اینا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بهتره که یک چیزی باشه که مثل مهمونی میری لباس نوتنت میکنیم مثلا همچه گهگاهی بری سمتش گهگاهی بری سمتش نه اینکه بگی که آقا نه من اصلا باید ویکلی آخر هفته بزنم این باید درست کردن راجب این چون یک من میگم این سمه چون, در ح... چون اصلا چیزی نیستش که باید باشه یعنی نه آدی کسی بگی که آقا من تفریحاتم اینه که مشروب بخوام نه یه جای دیدی که مثلا ایونتی داری فلانی داری اگه بهش برخورد کردی اونجوری باش دیل بکن باش رفتار بکن نه اینکه بگی که آقا من حتما بعد این کارو بکنم حتما چون صدمش خیلی زیاده مخصوصا به مغز جایی که اصلا بهش توجه نمیکنن نسبت به جای دیگه مثل کبد و کلی قلب و قسمت های دیگه خیلی میکشه خیلی تحت تاثیر قرار میده و فشار زیادی میاره چون این وارد خون میشه و وارد گردش خون میشه و برای اینکه بتونه مغز کار بکنه بعد گردش خون رو میبره بالا پس فشار خون رو میبره بالا پس تپش قلب داری میگیری و وقتی که روی دوز زیاد دوزایی که سیاه مس میشن طرف دیگه تون دراپه میره میخوابه اصلا نباید فکر بکنه که اون خواب داره نجاتش میده شما داری با زندگی ریس میکنی که هر لحظه سکته مغزی بکنی بخاطر اینکه تو بالاترین دوز مشروب توی خونت هستی و تو داری میخوابی و این ممکنه که اتصال خون رسانی رو به مغز قطع بکنه و تو سکته مغزی بکنی و به همین راحتی چون ما بالاترین آمارش هم توی روسیه است که بالاترین آمار مصرف الکل داره دیگه اینجا و به بازم... روس برگردی بگی اینم بگم به روس برگردی بگی چرا ودکا میخوری میگه گرم بمونم ببین این دیگه چه تفکری اینه که واقعا روسا خیلی از این اخلاق احمقانه زیاد دارن اینجا حتی اگه تو خونت مهمونی بگیری بعد مهمونت سیامس بشه بره تصادف کنه سابخونه مسئوله خوبه یعنی میگه خیلی. که تو اگه تو خونه داری مشروب سرو میکنی تو مسئولی بدونی کی داره چقدر میخوره اگه رضا اومده مثل گاف خورس تو مسئولی سویچ رضا بگیر من میگیرم من یا دوستم دو میگم داغونه میگم سویچ ماشین تو بده میگیرم هر کاری میکنه نمیدم بهش میگه بله لازم من اصلا مهم نیست ببین من اون به برای اینکه درس عبرت بشه اومدم پیشه یه دونه اپیزود با هم درست میکنیم سیامس میکنیم برای اینکه من تنبیه کنیم منو بین تو النا تو اتاق درم رو قفل کن من دیگه هیچ آدم حداقل به کسی آدم گرفت. پدرم رو در بیار اینجوری روز هم بکن مرسی که گوش دادید من این مشکل جنسی زمشوی من دارید چی میشه آخرش ما دیگه خانواده سه نفره یک کچولیم اینجوری نبا واقعا آره دقیقا دیگه هم خیلی اپیزود حال داده واقعا بزن خنده بود خیلی خیلی بال بود خیلی با این حال که جوک تایم داشت آموزندم بود فانی تایمش خوب بود مرسی که من رو با دعوت کردید سوال بود گم گرم بچه ها ما فقط میگم همیشه آرزو میگم یه چیزی بهتون یاد بدیم یه چیزی بخندون نمیتون و نگه یاد بدیم یه اکسپرینسی که ما تجربه کردیم ما تجربه در اختیارتون میذاریم دیگه شما با این تجربه چیکار میکنین رئیس خودتونین برای هم که با من برای کانسالتیشن اینا وقت میگیرن از تک تکتون تک تشکر میکنم که به زندگیتون دارین بهتر میکنین مرسی که برام گوش میدین و به مسیج میزنین میگین اینجوری شد اونجوری شد عشق میکنم امیدوارم به بیشتری بتونم بیشتر کمک کنم هر کسی خواست کمک کنه یعنی هر کسی خواست من کمکش کنم توی اینستاگرام به من مسیج بزنه برای وقت گرفتن I love you Chucks